با وجود پررنگ شدن احتمال توافق بر سر دور تازه‌ای از آتش بس، مقامات اسرائیلی بر حفظ فشار نظامی بر حماس و ادامه جنگ در غزه اصرار دارند. ما به افزایش و تعمیق این فشار ادامه خواهیم داد. این اتفاق در غرب خان یونس داره میفته، جایی که بسیاری از تروریست ها تسلیم شده. در جاهای دیگه هم همینطور. فشار ما افزایش خواهد یافت و شما و همه ما در روزهای آینده شاهد این افزایش فشار خواهیم بود، چون گزینه دیگه ای نداریم. دو روز پس از این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، اکنون بحث سلاح تازه‌ای در زرادخانه حماس خبرساز شده. آلما، یک مرکز آموزشی و پژوهشی در اسرائیل، از کشف تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی که برای استفاده توسط حماس در جنگ به غزه ارسال شده خبر داد. بنابر یافته‌های آلما، این سلاح نوعی کلاهک انفجاری گرمافشاری یا ترموباریک است که به اختصار TBG خوانده می‌شود و تا پیش از حمله اسرائیل به حماس مخفی نگاه داشته شده بود. به نوشته آلما، اجزای این سلاح با رنگ‌های استتاری پوشانده شده و نشان حماس را بر خود دارد. این کلاهک جدید که قادر است با نصب شدن بر روی راکت اندازهای دستی RPG-7 به سوی هدف شلیک شود، بر اساس یک کلاهک روسی متعلق به سال 1999 ساخته شده. اساس کار سلاح‌های ترموباریک بر این مبناست که معمولاً دو مرحله‌ای هستند. مرحله اول انفجاری سبک به منظور نفوذ اولیه بر هدف است و مرحله دوم همراه با مکش اکسیژن هوای موجود در اطراف هدف است که منجر به انفجاری پرحرارت می‌شود. بنابر ارزیابی آلما، ظاهرا این کلاهک انفجاری جدید در نفوذ به دیواره استحکامات نظامی و همچنین پوشش حفاظتی نفربرهای زرهی اسرائیلی کارایی قابل قبولی در این جنگ داشته، اما در مساف با تانک‌های اسرائیل چندان موفق نبوده. در گزارش آلما همچنین به این موضوع اشاره شده که این سلاح خاص در ایران تولید می‌شود و مستقیماً برای حماس با رنگ استتاری خاکی به غزه و همچنین با رنگ استتاری سبز به لبنان برای حزب الله ارسال می شود. معلوم نیست که نتیجه گیری این پژوهشکده مبنی بر ساخت ایران بودن این سلاح تا چه حد دقیق است. اما می توان به این موضوع اشاره کرد که از زمان آغاز جنگ غزه، ارتش اسرائیل ویدیوهای متعددی از کارگاه‌های ساخت سلاح حماس در تونل‌های غزه منتشر کرده. با این حال، حداقل تا به این لحظه هیچ تصویری از یک کارگاه تولید راکت‌های TBG در غزه به جهان مخابره نشده. به هر رو، آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که سلاح تازه حماس بدل به دستمایه نگرانی دیگری برای ارتش اسرائیل شده است.